اعدام زهرا بهرامی توسط دیکتاتوری آخوندی، تأکید رئیس جمهور برگزیده مقاومت بر مقابله جامعه جهانی با اعدامهای جنایتکارانه خامنه ای، احضار سفیر هلند از تهران در اعتراض به این اعدام وحشیانه. گرامی داشت شهیدان قهرمان جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی در تهران. تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل و پاریس، محکومیت اعدامها در ایران، حمایت از اشرف و حکم دادگاه اسپانیا. تظاهرات مردمی در افغانستان علیه اعدامهای جنایتکارانه رژیم ایران در مقابل سفارتخانه و کنسولگریهای رژیم در کابل، هرات و مزار شریف. برگزاری مراسم یادبود مجاهد قهرمان محمد علی حاج آقایی بر سر مزارش در فریدن اصفهان، همبستگی‌های مردمی به رغم تهدیدهای حکومتی. اطلاعیه سازمان جهانی علیه شکنجه، محکومیت اعدام مجاهدان خلق جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی، رژیم ایران قانون حقوق بشر بین المللی را به چالش می کشد. حزب لیبرال فلامان بلژیک، اعدام جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی، هراس رژیم ایران از انقلاب تونس و اوجگیری اعتراضات در کشورهای عربی. فراخوان به شورای امنیت ملل متحد برای تعیین گزارشگر ویژه برای ایران. بیانیه کمیته سوئیسی برای دفاع از اشرف در محکومیت اعدام جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی، فراخوان به توقف فوری اعدامها در ایران. انتقاد ایلیانا روزلتینن، رئیس کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا، از سخنرانی اوباما به خاطر فقدان فوریت لازم در مقابله با تهدید اتمی رژیم ایران، لزوم مقابله جدی با تلاش فزاینده این رژیم برای دستیابی به بمب اتمی. رئیس شورای روابط خارجی در آمریکا، تأکید بر نیروی نظامی به عنوان یک گزینه جدی علیه دیکتاتوری آخوندی. دیپلماسی یک تاکتیک خرید زمان برای رژیم ایران است. سوز و گداز جواد لاریجانی، معاون قضایی رژیم و فرستاده ویژه خامنه ای به مراکز ملل متحد در ژنو و نیویورک. مجاهدین در انواع سازمان های بین المللی حضور دارند. حقوق بشر برای اقدامات براندازانه پوشش است. تشدید جنگ گورکا، نامه سرگشاده احمدی نژاد. دو قوه از قوای سگانه همراه با مجمع تشخیص مصلحت به شکل غیرقانونی و با تبانی علیه قوه مجریه فعالند. حملات متقابل باند احمدی نژاد به رفسنجانی. و خیزش‌های گسترده اعتراضی در مصر، انحلال دولت و قول رفرم از سوی حسنی مبارک، ادامه تظاهرات در قاهره و شهرهای دیگر مصر.